بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الحمد لله کفا و سلام علی عباده الذین اصطفا و سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز شبکه کلمه. و مجددا الله رب العالمین رو سپاسگزاریم که فرصتی رو برای ما فراهم آورد تا بتونیم لحظاتی رو با برنامه دین اون بگذرونیم و در کنار هم دیگه فرصتی رو پیدا کنیم برای سعادتمند شدن و خوشبخت شدن. در این برنامه بازنگری عقیده اگر بیاد داشته باشید تا اونجا ما رسیدیم در توحید و ربوبیت که گفتیم با اینکه مشرکین عرب اعتقاد داشتند که الله به تنهایی تنها کسی هست که خالق هست، تنها کسی که این هستی رو پدید آورده، تنها کسی هست که مدیر و مدبر این هستی هست، تنها کسی هست که زنده میکنه، تنها کسی هست که میمیرونه و تنها الله هست که روزی میده و تنها الله هست که دارای نیروی فراوان هست و یک سری از صفات دیگر رو باز هم با وجود اقرار به این صفات ها گفتیم در دایره و زمره مسلمانان قرار نگرفتن و اینها رو ما نتونستیم مسلمان خطاب بکنیم، بلکه تازه اینها در مقابل اسلام بودن و علی رغم همه اینها خونشون، مالشون و جانشون همه مباح بود. و این خیلی عجیبه. گفتیم بخش اندکی از این جاهلین بودن یا عربهای جاهلی قبل از اسلام بودن که فقط میگفتن هستی یا طبیعت پدید آورنده این دنیا هست یا همه این اتفاقات به دست روزگار هست. اما اون چی که قابل توجه بود خدمتون عرض کردیم در مثال‌های خیلی ساده به این معنا که خدمتون عرض کردیم که مثلا از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سوال کردن که خب به نظر شما مثلا اگر این دنیا همینجوری پدید نیامده چجوری پدید اومده؟ امام گفتم سوال کرد خب شما در مورد اون کشتی که روی آب حرکت میکنه آیا میتونه به خودی خود حرکت کنه، میتونه بار بزنه، میتونه بره خرید کنه، تجارت کنه، برگرده لنگر بندازه؟ گفتن نه. خب پس گفت اگر اینجوری هست پس چطور شما این هستی رو با این عظمت حاضر نیستید بپذیرید که در این هستی چه اتفاقی افتاده؟ کی این رو پدید آورده این هستی رو؟ و جالب هست در بین عرب ها ضرب المثلی وجود داره. ضرب المثل هم به این معنا هست که عرب اینو درک میکرده به این معنا البعیرتو تدل علی البعیر. عرب میگفته بله اگر مواد دفعی یا اون فضله یا مدفوع شتر رو در صحرا و بیابون میدیده میگفته این خودش دلالت میکنه برای اینکه شتری از اینجا عبور کرده، اصلا شتری وجود داشته. والاثر یدل علی المسیر. و اگر رد پای پیدا میکردن در اونجا و اگر مسیر میدیدن کاروانی رد شده، رد پای انسانها، حیوانها، خودش دلالت داره برای اینکه کاروانی از اینجا عبور کرده. بعد عرب میگه و سماء ذات و ابراجن و ارض و الارض و ذات و مثلا فجاجن. آسمان که دارای اون برج‌های بلند و سر فلک کشیده هست، زمینی که دارای این شکاف‌ها و دره‌ها و کوه‌پایه‌ها و اینا هست. افلا تدل علی العلیم الخبیر. آیا این دلالت نمی‌کنه بر یک خالق آگاه، توانا و فهمیده؟ پس عرب جاهلی اینو خوب می‌فهمیده. آیات قرآن هم گفتیم اشاره به این داره که اینها الله رو دقیقاً میشناختن با اون صفات ربوبیتش، اما حاضر نبودن در برابر برنامه الله تسلیم بشن که پروردگار میگه فانا توفکون. حالا که شما میگید الله همه چیز رو خلق کرده، الله همه چیز رو پدید آورده، الله مالکه، پس شما به کدوم سمت میرید؟ البته رابطه تنگاتنگی بین توحید ربوبیت و توحید الوهیت هست. درس امروز ما توحید الوهیت است. امیدوارم اگه یه وقتی گاهی من کلمات رو ممکنه در ترجمه سنگین ترجمه بکنم یا خدای نکرده ابهامی در این کلمات باشه، ما رو مورد بخشش و عفو خودتون قرار بدید، چون بالاخره کتاب وقتی درسی باشه هر کتاب درسی یه سری مشکلات خاص خودش رو خواهد داشت. توحید الوهیت در یک کلمه، در یک جمله بخوام اینو توضیح بدیم، یعنی منحصر دونستن الله متعال در تمام انواع عبادت، یعنی هر نوع عبادتی که وجود داره که عبادت هست، چون عبادت یک کلمه ای هست خیلی عمومیه، یعنی همه اون چیزهایی رو که انسان باید برای محبوب خودش انجام بده. میگه این رو کسی در انحصار الله قرار بده، این به معنای توحید الوهیت هست.
توحید الوهیت از نظر معنا در واقع لغوی یعنی عبادت. اله یعنی معبود. وقتی میگی لا اله یعنی هیچ معبودی نیست، هیچ معبود برحقی وجود نداره، معبودی که مورد ستایش قرار میگیره، مورد پرستش قرار میگیره. به همین خاطر اسم توحید الوهیت رو گذاشتن توحید عبادت. اسمهای متعددی به این اطلاق شده، به توحید الوهیت گفتن، توحید الوهیت، توحید عبادت، توحید اراده، به سببی که انسان اراده میکنه که به سمت خیر و نیکی بیاد، اراده میکنه که به سمت الله بیاد، خالصانه بیاد. اسمش رو توحید اراده گذاشتن، اسمش رو توحید قصد گذاشتن، اسمش رو توحید طلبی گذاشتن یا طلب، به این معنا که انسان دعا میکنه نزد خدای خودش، فقط نزد الله دعا میکنه. پس این خودش دعا کردن توحید طلبی هست. توحید فعلی گفتن، توحید عملی گفتن، به این معنا که فعل انسان، اعمالی رو که انسان انجام میده، همه برای الله رب العالمین است. اینها رو همه در انواع توحید اسمای متفاوت ذکر کردن. در واقع یعنی تمام برنامه زندگی تو برای الله قرار میدی. حالا از نظر لغت خود عبادت به چه معنا هست؟ دقت بکنید، در نظر لغت میگن مثلا شطوری که معبد هست. چطور شطور معبد هست؟ یعنی یه شطوری که در برابر صاحب خودش کاملا تسلیمه، هر وقت صاحب میگه بشین میشینه، صاحب میگه بلند شو بلند میشه، صاحبش میگه حرکت کن حرکت کن، حرکت میکنه، تند برو تند برو تند میره. این شطوری که کاملا رام و تسلیمه در برابر صاحب خودش، بهش میگن معبد. اصل این لغت برای جاده به کار میره. خب در گذشته که جاده های مثل امروز نبود، اتوبان ها و شاهراه ها اینها، ولی در واقع نفس جاده که وجود داشت. یعنی اگر شما همین الان به مناطق روستایی، مناطق عشایری سفر بکنید، میبینید مسیرهایی رو که خاکی هست، روی کوها حیوانات مثلا برای چراگاه حرکت کردن، در اثر حرکت اونها مسیرهای معینی وجود داره. طریق معبد راهی رو میگن که در اثر حرکت مداوم آبران یا مردم در اون مسیر یا بالاخره کاروان ها، این راه کوبیده شده، هموار شده، آماده شده به گونه ای که راهوار راحت میتونه در اون مسیر حرکت بکنه. این رو میگن طریق معبد. پس این معنای لغویش بود، یعنی یه چیز آماده و هموار که میتونه شخص از اون استفاده بکنه در هر صورت. اما از نظر شرعی که در شرع، در فهم دینی چگونه این رو تعبیر میکنن کلمه عبادت رو، اهل علم تعابیر متفاوتی در اون مورد داشتن. بهترین تعبیرش اینه که همون هر آن چه شریعت در مورد رفتار عبادی به ما دستور داده، اون جزء عبادات هست. اجرای دستورات شریعت. خیلی ساده تر از این دیگه نمیشه در این مورد ما معنا کنیم. یعنی شریعت چی به ما دستور داده، این میشه عمل به اونها میشه عبادت. در مورد این یک توضیحی دادن بعضی از اهل علم، گفتن که اینجا نهایت محبت، گفتم در بین بعضی از کلمات مثل عشق زیاد کاربرد دینی نداره، یه کاربردهای بعد از مثلا ظهور مثلا عصر طلایی اسلام می‌بینید این کلمات وارد شده، به نوعی کلماتیه که از فرهنگ غیر عربی وارد عربی شده. اینی که بعضی از روایات رو که مثلا منسوب میکنن که این کلمه عشق درش وجود داره، میگن این درش استراب هست، این لغت نبوده در این عصر. حالا بگذاریم از اون، بحث محبت یعنی غالب هست، والذین آمنوا اشد حبا لله، این محبت برای الله. در هر صورت میگه بعضی از اهل علم اینجوری بیان کردن که نهایت محبت، نهایت محبت، اون چیزی تا اون حدی که انسان توان داره محبت داشته باشه، در کنار نهایت فروتنی میتونه شامل معنای عبادت بشه. تواضع و فروتنی در اوجش، محبت هم در اوجش، دو گزینه. وقتی این دو گزینه همراه هم شد، اینجا معنای عبادت شکل میگیره. شیخ الاسلام ابن تیمیه خیلی تعریف جالبی در مورد عبادت داره، به این معنا که میگه عبادت یک اسم کامل هست و یک اسم شامل هست، یعنی میتونه دربردارنده خیلی چیزها باشه. برای چی؟ چه چیزی رو دربرداره؟ یه اسم کاملی، شاملی که میتونه تمام اون چه رو که از اعمال انسان، از سخنان انسان، چه اعمال باطنی و ظاهریش که سبب بشه
خوشنودی خدا رو و رضایت خدا و محبت خدا رو به دست بیاره عبادت. یه بار دیگه میگم، ابن تیمیه رحمت الله علیه اینجوری بیان میکنه، یک اسم کاملی است عبادت که میتونه در بردارنده تمام گفتارها، رفتارهای ظاهری و باطنی ما بشه به گونه ای که سبب خوشنودی و محبت الله بشه. پس هر عملی، هر سخنی، هر رفتاری که بتونه یا عامل ایجاد محبت نسبت به الله رب العالمین میشه، سبب این بشه که خوشنودی الله رو به دست بیاره، این میتونه معنای عبادت رو چکار کنه؟ در خودش شکل بده. و واقعا این معنای دقیقی هست، معنای خیلی جدی هست، کاملتر از این معنا ما نمیتونیم پیدا کنیم. به عبارتی کل دین در مجموعه عبادت قرار میگیره. ان الدین عند الله الاسلام، یعنی فقط این اسلام، این قانون، این برنامه نزد الله اسلام هست که پذیرفته شده. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، این همون دین هم در مجموعه عبادت قرار گرفته. یعنی اگر کسی آیینی رو غیر از اسلام بپذیره، هرگز اون پذیرفته نمیشه. به چه معنا؟ که اسلام تنها آیینی هست، تنها برنامه‌ایه که خدا رو خوشنود میکنه، محبت الله رو ایجاد میکنه، یعنی محبتی در واقع دو طرفه ایجاد میکنه. پس دین هم در مجموعه عبادت واقع شده. حالا این رو به این گونه تعریف میکنن که گفتم که در واقع محبت به همراه فروتنی و نرم شدن هست. چرا که وقتی محبت به اوج خودش میرسه، به تکامل خودش میرسه، انسان نسبت به چیزی محبت پیدا میکنه و علاقه پیدا میکنه و اون در محبت در شکل میگیره، این انسان طبیعتاً در برابر محبوب خودش نرم میشه، در برابر محبوب خودش حالت خضوع و فروتنی درش ایجاد میشه. و زمانی که تو این محبت رو داشتی و فروتنی داشتی، تو از محبوب خودت اطاعت میکنی. نگاه کنید، این آیه رو بارها و بارها تکرار کردم، این کنتم تحبون الله، یعنی اگر شما محبت الله درت وجود داره، فتبعونی، از من محمد پیروی کنید که نماینده اون الله هستم. وقتی این محبت شکل گرفت، خود به خود نرمی، خضوع و فروتنی شکل میگیره در برابر الله و این الله اینگونه بیان میکنه که پس شما باید در برابر اوامر من شما نرم بشید. این طبیعیه. پس حالا اوامر از کجاست؟ از محمد صلی الله علیه و سلم. اطاعت از اوامر پیامبر هست که اینجا محبت الله هم به طور متقابل در برابر فرد شکل میگیره. حالا خود کلمه عبد کلمه ای هست که در واقع یعنی محبت و فروتنی، اون شخصی رو در برابر محبوب خودش نرم بکنه. میگن آقا فلانی بنده فلانیه، در واقع یعنی هم محبت اون شخص، هم تسلیم شدن در برابر اون شخص سبب شده که این فرد در برابر محبوب خودش چیکار بشه؟ کاملا تسلیم بشه. و همون نسبتی که انسان در برابر خدای خودش محبت خودش رو بیشتر میکنه و تواضع و فروتنی خودش و تسلیم شدن خودش رو در برابر خدای خودش بیشتر میکنه، عبادتش بیشتر میشه. یعنی عبادت یه فرد چه اندازه است؟ همون اندازه است که نسبت به خدا محبت داره، همون اندازه است که نسبت به خدا نرم شده نسبت به دستورات. یعنی وقتی دستورات خدا رو میشنوه، گردن کلفتی نمیکنه، سر نمیپیچه، شاید اینجوری بشه، شاید اینجوری بشه، مردم چی بگن، کاملا تسلیمه. به مجرد اینکه هر فرد در این مرحله قرار بگیره که در برابر دستورات الله رب العالمین کاملا فروتن و تسلیم باشه، اینجا بندگیش هم به همون نسبت کاملا چه شکل میگیره و در حالت طبیعی قرار میگیره. بنابراین وقتی که انسان محبت الله در دلش شکل گرفت، در برابر الله تسلیم شد و خضوع پیدا کرد و نرم شد، آیا میشه کسی دیگر با الله شریک بکنه؟ نه، نمیتونه شریک بکنه. یعنی محبوبی رو انتخاب کرده و اون محبوب رو واقعا انتخاب کرده، در برابرش تسلیم شده بدون اینکه دیگه برای اون شریک قرار بده. اینجا دیگه انسان بنده خدا میشه. در این حالت انسان نقش بندگی رو در برابر الله پیدا میکنه. خب عبادت بنابراین یک دستوره، یک برنامه هست که در اون برنامه انسان
ضمن اینکه محبت داره، ضمن اینکه محبت درش شکل داره، دوستی درش، یعنی اوج دوستی درش شکل میگیره. حالا به اصطلاح ما فارسی گفتم یعنی اوج عشق، آن عشقی که از پی رنگی بود، آن عشق نیست عاقبت ننگی بود، سخن مولانا رومیه. یعنی اوج اون چیزی که میگه عشق آن حی قیوم را گزید، وقتی که اوج این محبت شکل میگیره در کنار این فرض کنید تسلیم شدن در برابر الله، اینجا این معنای عبادت میتونه خودشون نشون بده. خب پس میگه عبادت سه چیز رو در بر داره. حالا قبل از اینکه ما وارد این سه مورد بشیم، یک مواردی رو در مورد عبادت خدمتتون ذکر میکنم. در مورد عبادت نقل شده که چرا اصلا این ما وارد این بحث عبادت میخوایم بشیم، چرا وارد بحث این توحید الوهیت میخوایم بشیم. در واقع به سه علت. یک، این که اصلا پیامبران به خاطر همین فرستاده شدن. پیامبران فرستاده شدن تا به مردم یاد بدن به معنای واقعی تسلیم الله رب العالمین بشن، تسلیم برنامه های اونا بشن. پس اهمیتش در اینه که اولا علت فرستادن پیامبران، انتخاب پیامبران، برگزیده شدن پیامبران به خاطر همین توحید الوهیت یا عبادت است. در مورد دوم، به خاطر همین عبادته، به خاطر همین عبودیته، به خاطر همین الوهیته که شمشیرها از نیام کشیده میشه و جنگها شکل میگیره، جهاد شکل میگیره، جهاد معنا میگیره. جهاد برای چیه؟ جهاد برای بندگیه، جهاد برای اعلای کلمت الله هست، جهاد برای اینه که بندگی فقط از آن الله رب العالمین باشه، برای اینی که شهادت به لا اله الا الله بر روی زمین شکل بگیره به معنای واقعی. پس این نشون دهنده اهمیت دوم این کلمه هست. مورد سوم، اصلا همین توحید الوهیت هست که گفتیم بین مؤمنان و کفار تفاوت قائل میشه. و الا کفار اقرار باشه به اون چیزی که خیلی ها امروز تبلیغ میکنن ادعا بکنن، مثلا به ما میگن سالها آموزش دادن بله خدا واجد هست، واجب الوجود هست، واجد وجود نیست، اصلا بیا ثابت کنیم خدا وجود داره، این هستی خالق داره، هستی خالق نداره. سالها ما رو با این کتابها سر کار میذاشتن، چه کتابهایی که در زمان قبل از انقلاب بوده، چه کتابهایی که الان هست. و حتی در مساجد هی به ما اینجوری القا کردن بله آخه خدا وجود داره، خدا وجود نداره. بابا همه قبول داشتن این رو. طرف بلند میشه فریاد میزنه کی به شما روزی میده، کی به شما فلان میکنه، همه میگن الله الله الله. خب پس الله هست، همه کارها رو دستونه. بابا الله اینا مشتکین هم قبول داشتن، هنر نکردید. هنر زمانیه که تو تابع برنامه الله رب العالمین باشی و الله رب العالمین رو بپذیری به عنوان برنامه‌ریزی خودت، برنامه‌ریز خودت، حاکم خودت، شارع خودت و اینها. در هر صورت پس گفتیم سه گزینه وجود داره، طی این سه گزینه اهمیت این عبادت مطرح میشه. ابن تیمیه رحمت الله علیه بیان میکنه که اگر ما بخوایم این عبارت رو توضیح بدیم در اهمیتش، این که واقعا توحید به چه معنا هست، یکی اینی که محبت برای الله چرا هست، چرا باید محبت برای الله وجود داشته باشه، چرا باید ما خوشنودی الله رو به دست بیاریم؟ چرا که خداوند در واقع برای همین ما رو خلق کرده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر اینکه فقط ما رو عبادت کنیم. خب پس این خیلی مهمه، این اهمیت این مورد رو میرسونه، اهمیت این رو میرسونه که ما متوجه این برنامه و این مسئله باشیم. مورد بعدی که جز اهم نشون دهنده اهمیت این توحیده هست، نشون دهنده اهمیت این عبادت هست، اونه که در واقع فرشتگان هم ویژگیشون همین هست که لا یستکبرون عن عبادتی، فرشتگان هم از عبادت الله رب العالمین سرپیچی نمی کنن و تسلیم الله رب العالمین هستن. و سومین موردی که اینجا وجود داره اینه که واقعا خداوند کسانی رو که در این زمینه قرار داده به اینها این فرصت رو داده، به اینها این شرایط رو براشون پیش آورده که در این مقام قرار بگیرن، به نام عباد ذکر میکنه. عیناً یشرب و بها عباد الله، در بهشت چشمه‌ای وجود داره که بندگان الله از اون مینوشن. جای خداوند میگه عباد الرحمن، بندگان الله رحمان. پس این نشون دهنده اهمیت این مسئله هست که ما باید به اون اهمیت بدیم.
نکته ای که اهمیت داره در مفهوم عبادت اینه که ما متوجه این مسئله باشیم که عبادت خودش سه چیز رو در بر میگیره: محبت، خوف و رجا. قشنگ این سه مورد داشته باشید: محبت، خوف که همون ترس هست، رجا هم که میشه گفت امیدواری. البته خوف و رجا رو شاید در فارسی ما دقیق نتونیم به این دو کلمه تعبیر بکنیم، یعنی امیدوار بودن یا ترس داشتن. اما این سه مورد داشته باشید، عبادت سه چیز رو شامل میشه: محبت، خوف، رجا. ترس و امیدواری رو کنارش داشت. ببین، خوف و رجا منظور همون ترس و امیدواری. تصور بکنید اگر این سه تا کنار هم شکل گرفت، عبادت معنا پیدا می‌کنه. مثلا صوفیه اومدن گفتن آقا عبادت فقط به این معناست که تو محبت داشته باشی. انحصار کردن عبادت رو در محبت. اشاره به یک حدیث ساختگی هم می‌کنن که آقا اگر کسی الله رو به خاطر الله عبادت کرد، عبادت. کسی الله رو برای ترس از جهنم عبادت کرد، عبادت بردگانه. به خاطر بهشت عبادت کرد، عبادت تجار هست. و عبادتی که فقط برای الله باشه، این عبادت، عبادت اصلی هست. یعنی محبت رو انتخاب کردن، خوف و رجا رو حذف کردن. شما به آیات سوره انبیا نگاه کنید، اونجا انبیا علیهم السلام رو خداوند اینجوری بیان میکنه صفتشون رو: یدعوننا رغبا و رهبا. یدعوننا رغبا برای هوا. انبیا ما رو میخونن در حالی که هم به ما امید دارن، هم نسبت به ما ترس دارن. خب عبادت رو بعضی اومدن گرفتن، مثل خوارج بودن، فقط به خاطر ترسه، این بخش ترسش رو گرفتن. بعضی اومدن مثل مرجعه، بحث امیدواری رو، فقط آقا امید داشته باش، امید داشته باش، ترس رو حذف کردن. در واقع این سه گزینه باید باشه. حالا تصور بکنید مثلا یک شخصی فرزند خودش رو دوست داره، این محبته، اما اگر شما نگاه بکنید اینجا خوف و رجا حذف شده، این دیگه عبادت نیست براش، به خاطر دوست داشتن فرزندش عبادت کرده. نه، یک شخصی در برابر سلطان تسلیم میشه، میترسه از سلطان، از حاکم میترسه، از قدرت حاکمه میترسه، آیا این در برابر اون اینجا عبادت کرده؟ نه. ولی وقتی که این دو گزینه کنار هم قرار میگیره، ما از الله رب العالمین رو هم نسبت بهش عشق و علاقه داریم، محبت داریم، و این کلمه عشق میاد خاطرمون عادت ایرانی بودن ما هستش، و هم به این معنا که ما این ترس رو داریم که مبادا به خاطر اشتباهاتمون مورد عقوبت الله قرار بگیریم، و این امیدواری رو هم داریم که انشالله الله ما رو مورد رحمت خودش قرار بده، اینجا عبادت شکل میگیره. اصلا حکومتی وجود نداره که بگیم این حکومت مثلا بیاد برای مردم سری محدودیت ها، مثلا قوانینی نذاره که اگر شما از این محدوده عبور کردید مثلا اینقدر جریمه میشید یا زندانی میشید، حکمتون این هست. اگر اینها اصلا حذف بشه، انسان معنای خودش رو از دست میده، گویا که افسار گسیخته میشه. هر قانونی، هر سرزمینی این برنامه رو داره برای تخلفات خودش، یه سری برنامه ها میذاره، یه سری جریمه ها قرار میده، برای کسایی که تبعیت میکنن از یه قانون، خوب عمل میکنن، یک سری پاداش ها رو داره. و خیلی طبیعیه، در برنامه الله رب العالمین هم همینه. میبینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اللهم نسألوک الجنه، ای خدا من از تو بهش میخوام، اعوذ بک من النار، از آتش جهنم به تو پناه میبرم. و ضمن اینکه اشد حبا لله هم هست. خب برای اینکه یک رفع خستگی کرده باشید و یک سر صحبت‌های منم گوش نکرده باشید، با هم یک میان برنامه رو می‌بینیم انشالله. بعد از دیدن این میان برنامه، دنباله این توحید عبودیت یا توحید الوهیت رو با هم ادامه خواهیم. عاش الناس قبل الدعوة المحمدية في جهالة وضلالة، عندما توجهوا بالعبودية لغير الله، فعبدوا النار والحجر والبقر والشجر والشمس والقمر
جعلوا هذه المخلوقات في مقام السيد العظيم ووضعوا أنفسهم في مقام العبد الذليل. الله أكبر في الأكوان والقدر، سبحان من أظهر التوحيد للبشر. الله أكبر في الأكوان والقدر، سبحان من أظهر التوحيد للبشر. وحين من حرفوا عن شرعه غرقوا في ظلمة الجور والأغلال والبطر. العقول انثنت عن خالق البشر، وسخرت صور تأليه للبقر. تعيث في الأرض والأبصار خاشعة، والعقل ممتهن في أبشع الصور. ما للعقول، ما للعقول، يشقون من سقر الدنيا إلى سقر. تحلقوا حولها غبر ملامحهم، وفكرهم في قيود الذل والكدر. ما للعقول، ما للعقول يا الله. وفي الجزيرة من صلى إلى صنم، ومن يؤمل كشف الضر من حجر. منصوبة عند بيت الله جامدة، بلا حراك ولا سمع ولا بصر. بلا حراك ولا سمع ولا بصر. ما للعقول، ما للعقول، ما للعقول يا الله. حتى إذا بزغ الهادي بدعوته أنار بالوحي درب الخلد. يا أيها الناس، أتى البرية بالفرقان فانطلقا، تبني الحضارة في الأمصار والفكر. تبني الحضارة في الأمصار والفكر. أطلق العقل من أغلاله فسما لله حرا، فيا للعز والظفر. لك الفداء عن أذى باغ ومؤتفك، لك الفداء بالدماء والسمع والبصر. رسول الله، حبيب الله، رسول الله، حبيب الله، رسول واحدة. نقل محمد عليه الصلاة والسلام البشرية من أحط الدركات إلى أعلى الدرجات، ومن ضيق الدنيا
إلى سعة الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد ادامه مطلب رو با هم پی میگیریم. تا اونجا رسیدیم که گفتیم که عبادت در واقع دارای سه گزینه، سه بخش هست: محبت، خوف و رجا. این سه تا که کنار هم قرار گرفت، عبادت معنای خودش رو پیدا میکنه. به این صورت که ما باید الله رب العالمین رو از هر چیزی، هر کسی بیشتر نسبت به ایشون محبت داشته باشیم و دوست داشته باشیم. و این یه قسمت. قسمت دوم اینه که ما باید از الله رب العالمین، از هر کسی بیشتر ترس داشته باشیم. یعنی خوف ما و رجای ما نسبت به الله رب العالمین از همه بیشتر باشه. یعنی امید ما از همه بیشتر به الله باشه، ترس ما هم از همه بیشتر نسبت به الله باشه، و از همه مهمتر، بالاترین محبت، بالاترین حالتی که ممکن ما محبت داشته باشیم، باید نسبت به الله رب العالمین. حالا با وجود یه چنین چیزی مطرح میشه که آیا عبادت چجوری قبول میشه؟ حالا ما میگم در این عنوان حاشیه ذکر میکنیم. میگن عبادت قبول نمیشه مگر به دو شرط. یکی اینکه این عبادت خالصانه برای الله باشه. دو، عبادت مطابق با اون چه باشه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیان کرده. یعنی شبیه راه پیامبر باشه. این راه پیامبر. اول اخلاص در عبادت وجود داشته باشه، دوم این که عبادت ما مطابق با روش پیامبر باشه. نه که هر کسی برای خودش هر روشی رو انتخاب کرد بگه بله این عبادته. خونه یک بنده خدایی رفته بودیم یه روزی، دیدیم یک تسبیح از این سر خونه تا اون سر خونه، چند هزار مهره تسبیح. گفت بله من ذاکرم. و میگفت ایشون مثلا، میگفت بله من کارم این ذکر هست. عبادت باید مطابق با روش پیامبر باشه. گفتیم ابن تیمیه بیان میکنه که این دو اصل در واقع مجموع مفهوم عبادت رو شکل داده، به این معنا که ما جز الله رو پرستش نکنیم و به جز روشی که در شریعت اومده هم پرستش نکنیم. یعنی فقط الله رو بپرستیم به همون روشی که در قانون خدا اومده، در روش پیامبر اومده. یعنی خدا رو با بدعت پرستش نکنیم، با روش‌های نوینی که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم در عبادت‌ها اضافه شد. خدمتون عرض کردم کنار مسجد خانقاه ساختن به نامی که ما الله رو دوست داریم، کنار مسجد حسینیه، مهدیه، زینبیه و امثال این ساختن. روش‌هایی رو برای عبادت انتخاب کردن تا جایی که آخر به رقص و سماع افتادن که الان می‌بینید از این رقص‌ها حتی در سیستم رقص‌های مدرن امروز هم حتی استفاده میشه. بله برای همه شد. ما اگر روش عبادت رو مطابق با روشی که پیامبر نگفته انجام ندادیم، عبادت ما مقبول نمیشه. این خیلی جدیه. آیه قرآن رو دقت کنید، آیه 110 سوره کهف. آیه 110 سوره کهف خداوند میگه فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احد. هر کسی که امید به دیدار پروردگارش داره، امید به لقاء و رسیدن به پروردگارش داره، باید عملی صالح، عملی صحیح. صالح، عمل صالح کدوم عمله؟ عملی که پیامبر انجام داد. میشه کسی بگه من راهی بهتر از راه پیامبر بلدم برای رسیدن به خدا؟ نزدیکترین راه رو برای رسیدن به خدا، برای رضایت خدا، برای رسیدن به خوشنودی خدا، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم طی کرده. یاران ایشون بر اساس فهمی که از عبادت پیامبر داشتن انجام دادن، طی کردن. میشه کسی بگه من راه نزدیکتری هم پیدا کردم؟ هرگز. هرگز اینجوری نیست. پس عمل صالح عملی هست
که اون عمل رو پیامبر صلی الله علیه و سلم در عبادات تأیید کردن برای رسیدن بشی به الله رب العالمین. بعد ولا یشرک به عبادت ربی احدا، و احدی رو هم احدی رو احدی احدی یعنی هیچ چیزی رو در عبادت پروردگار، در پرستش پروردگار ما شریک نکنیم. اگر چنین کردیم اینجا میشه ما امید داشته باشیم به موفقیت. یعنی ما اینجوری تصور کنیم، میگه عرب ایاک اورید و به ما تورید، من میخوام اون چیزی رو میخوام که تو میخوای، هدف من فقط الله توی، به چه صورت؟ به اون چی که تو میخوای. ما اگر کسی رو ابراز میکنیم دوستش داریم، بهش محبت داریم، میشه خلاف اون چیزی که اون میخواد ما اونجا انجام بدیم و کاری رو انجام بدیم؟ نه، ما نمیتونیم. پس ما باید قطعا هر چیزی رو در مسیری قرار بدیم که محبوب ما دوست داره. بگیم تو رو دوست داریم ولی میخوایم کاری بکنیم تو از اون خوشت نمیاد. نمیشه، اصلا جور در نمیاد. قرآن میگه ولو اشرکو لحبت عنهم ما کانوا یعملون، آیه 88 سوره انعام. اگر اونها شرک بیارن هر آنچه رو که انجام دادن از بین خواهد رفت و نابود خواهد شد. خیلی عجیبه. حدیثی در صحیح مسلم و صحیح بخاری هست، البته با روایت های دیگه هم در کتب احادیث این حدیث نقل شده، با این معنا من عمل عملا، خوب دقت کنید، اینا هم بحث عبادته، هر کسی عملی رو در عبادات انجام بده، هر کسی عملی رو در عبادات، یک ذره یه عمل کوچیک حتی در عبادات انجام بده، لیس علیه امرنا، که امر ما، دستور ما، برنامه ما در اون نبوده باشه، فهو رد، این رد شده از این عمل قبول نمیشه. طرف میگه من در راه خدا نذر دادم برای فلانی، یعنی کاری رو که در شریعت نیومده، در دستور پیامبر نیومده، کسی بخواد طبق اون عمل و عبادت رو انجام بده، عبادت رد شده است، این عبادت قبول شده نیست. پس عبادتی قبول میشه که مطابق با روش پیامبر صلی الله علیه و سلم باشه. در هر صورت در ادامه مطلب ما به اونجا رسیدیم که گفتیم عبادت نهایت این هست که ما بتونیم محبت رو نسبت به خدا پیدا بکنیم و خوشنودی الله رب العالمین رو به دست بیاریم. و هی التی خلق الخلق من اجلها، و اصلا خداوند گفتیم به خاطر همین همه چیز رو خلق کرده. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آیه 56 سوره الزاریات. یعنی اینا نگاهی دارم تکرار میشه برای این که برای ما روشن بشه اصل جریان چیه، ما راه رو به بیراهه نریم، بدونیم که عبادت ما برای چی بوده، و اگر ما خلق شدیم برای اینه که تسلیم الله بشیم. در آیه 36 سوره نحل هم قبلا خدمتتون عرض کردیم چندین بار، بازم میگیم، گفتیم به خاطر همین پیامبران فرستاده شد. ولقد بعثنا فی کل امت، دقت کنید، ولقد بعثنا، الله رب العالمین میگه در آیه 36 سوره نحل، ما برانگیختیم، ما شکل دادیم، برپا کردیم در هر امتی، یعنی هیچ امتی نیست که رها شده باشه. ای بعضی میان برای ما بهانه میتراشن، چپ و راست میرن، کج میکنن، راست میرن، شاید و اگر میارن، حالا شاید به یکی نرسیده باشید، شاید اونجوری شده باشه، بابا ول کنید. ما به همون کلام خدا میگیم، شما دیگه مکلف به این نیستید که برید کره مریخ و زحل و عطارد و اینها رو بگردید توش بهشون کسی رسیده یا نرسیده. میگه ما در هر امتی، فی کل امته، ما در هر امتی برانگیختیم رسولم، فرستادگانی رو. تازه در بعضی از امت‌ها ببین قرآن اونجا در سوره یاسین میگه فعززناهم به ثالثین، سه تا پیامبر رو همزمان فرستادن، ان اعبدوا الله. پس ما در هر امتی، در هر نسلی، در هر نژادی ما پیامبرانی فرستادیم با این پیام، ان اعبدوا الله، که تنها الله رو عبادت کنید، تنها الله رو پرستش کنید، واجتنبوا الطاغوت، و هر آنچه غیر از الله هست و هر آنچه که شما رو دور میکنه از برنامه الله ازش اجتناب کنید. البته این کلمه وشن و طاغوت قبلا هم ذکر کردیم، کاملا روشن سمبل هایی در جامعه های جاهلی وجود داره
که اون سمبول ها افراد رو به سمت خودش میکشه. میتونه اون سمبول ها بت باشن، میتونه این سمبول ها حکومت های دیکتاتوری و طاغوتی باشن، میتونه این سمبول ها زیارتگاه و زیارتکده ها باشن، میتونه قبر ها و زری ها باشن. هر اون چی که انسان رو از بندگی الله دور کنه، میتونه احبار و رهبان باشن، روحانیون و ملاهای بالاخره گردن کلفتی که میخوان مردم از راه خدا دور کنن. وشتن و طاغوت دور شدن و پرهیز کردن از طاغوت، یعنی اجتناب. این برنامه انبیاء علیهم السلام. اما میریم سراغ اصل عبادت. خب عبادت چیه؟ گفتیم یه کلمه شاملی که همه چیز رو در بر میگیره. حالا چه چیزهایی رو عبادت در بر میگیره؟ مثل نماز شامل عبادت میشه، مثل زکات شامل عبادت میشه. اینی که انسان از اون دارایی که خودش داره بر اساس اون چیزی که بر روشی که پیامبر فرموده بده از اون داراییش در راه الله بده، شامل عبادت میشه. روزه شامل عبادت میشه، خودش یک برنامه معین داره. حج خودش شامل عبادت میشه، در سیستم عبادت وارد میشه. سخن راست گفتن، راستگویی خودش در همین دایره عبادت وارد میشه. متاسفانه امروز کار به جایی رسیده که میگن رفتن در مغازه یک کافری خرید کنن، گفته آقا مگر، گفتن راستشو بگو، گفتم مگه من مسلمانم که دروغ بگم؟ در صورتی که صداقت و راستی، راست گفتاری، راست پنداری جزء شرایط عبادته، هر کسی از این دور بود ببینید در قسمت عبادتش یه قسمتش میلنگه، یه قسمتش کم داره. امانت داری، گفتم اینا همه چیزهایی که حذف شده، اینا همه در دایره عبادت. نیکی به پدر مادر که امروز حذف شده از برنامه زندگی انسان ها، این جزء عبادت. صله رحم، ارتباط فامیلی، فامیل رو حفظ کردن، رگ و ریشه و قبایل رو حفظ کردن، کنار هم دیگه یه رابطه صحیح داشتن، اینها همه در دایره عبادت هست. وفای به عهد، انسان با خدای خودش عهد می‌بنده، با انسانی عهد و پیمان داره، البته عهدی که بر اساس راستی باشه، این جزء عبادت. امر به معروف، خیلی میگم به ما چه؟ اصلا چرا معنا داره شما بخواید تبلیغ دین بکنید؟ خود تبلیغ دین امر به معروفه. آقا طرف میره توی کاباره، توی باشگاه، توی مثلا رقاصخونه میرقصه، آواز میخونه، مردم رو تبلیغ میکنه، شبکه‌های ماهواره‌ای با هزاران کانال دارن انسان رو به سمت جهنم دعوت میکنن، آزادن. اما اگر یه کسی بگه آقا بیا به سمت خوبی برید، بیا به سمت خدا برید، به سمت بندگی برید، میگن به تو چه چیکار داری حرف میزنی؟ داری خودنمایی میکنی؟ داری ادا در میاری؟ امر به معروف جزو عبادات، جزو عبادات. کسی نمیتونه، یکی از مشکلاتی که در جامعه دینی ما پدید اومده امر معروف حذف شده. بدتر از این که چیزی که حذف شده، نهی از منکر هست، نه از چیزهای زشت افراد رو باز داشتن. کلاتو بگیر که باد نبره، به تو چه، به ده کورا رسید چشمتو ببند. خب این که نشد ما با افراد زندگی بکنیم منکرات اونها رو ببینیم نادیده بگیریم، خب نمیشه که. اینا همه جزء دایره عبادات بودی که حذف شده. پس ببینید که عبادت رو برای ما بیه نماز و روزه و زکات نهایتاً، یا یه حج، اونم حج نمایشی تبدیل کردن، گفتن خیالتون خوشحال باشید برید عبادت کردید. همین که اعتقاد داشته باشید که الله خالق آسمان و زمینه، همین که اعتقاد داشته باشید الله بهتون روزی میده بستونه، این دو ست کارم انجام بدید، همه چی مشکل حل شده. حالا هر دروغ بگو، امانت خیانت بکن، امر معروف و رهایی بکن، نهی از منکر نکن، تمام دیگه. اینها یه فاجعه است. پس ببینید وقتی که ما مفهوم عبادت رو نمیفهمیم، مفهوم دین رو نمیفهمیم، دچار خطا میشیم و باید در شناخت اینها تلاش بکنیم بفهمیم و عمل کنیم. بعد جهاد با کفار جزء عبادات هست، قله ایمان هست. این را هم از ما گرفتن و دارن هم میگیرن، هزینه میکنن، خرج میکنن، تلاش میکنن، کنفرانس میذارن، مؤتمر میذارن برای اینکه بتونن اینها رو حذف کنن. جهاد با کفار و منافقان، نیکی به یتیمان، بیچارگان، مسکینان، مسافران، راهماندگان، بیوه ها، بردگان، افراد زیر دست، به قول ما میگیم کارمندا، حتی نیکی به حیوانات جزء عبادات هست. امروز ما باید برای نیکی به آوارگان سوریه، به آوارگان برمه، به آوارگان سایر مناطقی که دچار مصیبت شدن چشم دست نصارا و یهود و دیگران داشته باشیم.
چون حذف کردن از ما، ما نمیفهمیم معنای احسان و نیکی چیه. حتی انسان ها موظفن، گفتیم اینجا میگه که احسان به حیوانات، احسان به حیوانات جزء برنامه عبادت است. ببینید اینا همه حذف شده. ذکر با یاد الله بودن، با یاد این بودن که ما خالقی داریم، با یاد بودن این که اون رو همیشه به یاد داشته باشیم جزء عبادته. تلاوت قرآن جزء عبادته. میگه همه این ها از عبادت هست. همینجوری محبت الله جزء عبادت، محبت محمد صلی الله علیه و سلم خودش عبادت، ترس از الله عبادت، امید به الله عبادت. همه اینها میگه در زمره عبادت. قربانی کردن عبادت. اینجاست که میگن برای غیر خدا قربانی نکنید. حالا اینجا جز جز نمیدونم تو این کتاب میاره یا نمیاره، نه ما خودمون براتون در میاریم نشون خواهیم داد. هر جا هرچی باشه، جلوی پای این گوسفند بکش، جلوی پای اون گاو بکش، حاجی از راه میرسه برو برو سر زیارت فلان بکش، اینا همه عبادته. مواظب باشید دچار خطا نشید. نذر و نیاز کردن جزء عبادات هست. پناه بردن، کمک خواستن، اینا همه جزء عباداته. شفا خواستن، اینا همه جزء همون دایره عباداته. انبیاء علیهم السلام اومدن همه اینها رو به ما شکل بدن و آموزش بدن و ما یاد بدن. امیدوارم که انشاءالله در توضیح اینها بتونیم در آینده بهش برسیم. هر کدوم از این مواردی که من ذکر کردم براتون، اگر ما بخوایم برگردونیمش به کسی غیر از خدا، ما برای خدا شریک قرار داریم. بریم برای غیر خدا قربانی بکنیم، بریم از غیر خدا کمک بخوایم، بریم از غیر خدا استغاثه بخوایم، بریم از غیر خدا شفا بخوایم، از غیر خدا روزی بخوایم، گویا که ما برای خدا، گویا که نه قطعا برای خدا شریک قرار داریم. بریم پیش غیر خدا دعا بکنیم. خب اینا همه خیلی بحثه، خدا رحمت. بریم کنار یه مرده، قبر یه مرده یا یه زنده ای که مثلا فکر میکنیم یه قدرت مثلا ماورایی داره، بریم پیشش بگیم ما به داد ما برس. البته میگن مثلا کاری رو که اینجا ذکر میکنه برای اینکه دوچار شبهه نشیم، بعضی میگن مگه اونجا برای پسران یوسف یا یعقوب نرفتن پیش پدرشون میگن برای ما دعا کن؟ اونجا قرآن رو نمیگه برید پیش پیامبر طلب استغفار کنید؟ در اون چی که زنده در توانش هست، دعای غایب برای غایب پذیرفته میشه. اما در اون چی رو که زنده در توانش نیست، یعنی در توان فقط الله رب العالمین هست، ما از زنده بخوایم بیچاره شرک شدیم. طب چه بماند از مرده؟ حالا فرق میکنه برید شما کنار درختی حاجت بخواید، برید کنار سنگی حاجت بخواید، برید کنار کوهی حاجت بخواید. همه اینها مصیبت هاییه که بر سر ما اومده. اینقدر قبر ساخته شده که ببینید تو این برنامه ها ما حساب کردیم، گفتیم روز یک قبر یک زیارتگاه ایجاد شده، قبر نه، روز یک زیارتگاه پیدا شده، یه امامزاده پیدا شده تو ایران ما، فقط تو ایران ما کشف شده. اصلا این جزو مثلی که آمریکا رو کشف کردن، مثل کوههای گنج و طلا کشف کردن. کاری میکنن که حتی تو دور افتاده ترین مناطق یک زره، یک بارگاهی بزنن، قبری درست کنن که مردم برن ازش استفاده بکنن، کمک بکنن، شفا بخوان، یه بنگاه درآمد مالی خیلی قوی و پرقدرت مثل بانک ها که شروع شعبه میزنن. کدوم بانک میتونه به این قدرت برسه که اینها رسیدن؟ در هر صورت میگه اینا همه اعمالیه که خدا خوشش نمیاد، بعدش راضی نیست و این خیلی خطرناک. حالا فرق نمیکنه تو بگی من پیامبر رو شریک خدا قرار میدم، بگی فلان شخصیت رو، فلان امام رو، فلان فرشته رو، فرق نمیکنه، همه اینها جز مواردیه که شرک محسوب میشه. و خداوند گفتیم قبلا ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا از اینکه به شرک ورزیده بشه اینو نمیبخشه. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، و اگر غیر از این باشه الله رب العالمین میبخشه، اما شرک رو خدا نمیبخشه. در آیه 48 سوره نساء دقت بکنید، یادداشت بکنید، بهش مراجعه بکنید، ببینید خدا چی میگه. آیه 48 سوره نساء همینجوری خداوند در آیه دیگه میفرمایند فلا تدعوا مع الله احدا، جز الله کسی دیگر شما در دعاهای خودتون نخونید، جز الله. نگاه کنید خیلی جالبه، فلا تدعوا مع الله، اینجا معیت آورده،
یعنی آخه اینا میگن که ما که الله رو فراموش نمی‌کنیم، ولی خب کنار الله فلان بزرگ، فلان شخصیتی که آبرو داره، فلان پیامبر، فلان امام رو واسطه می‌کنیم، ما که الله رو فراموش نکردیم. میگه فلا تدعو مع الله، با الله شریک نکنید دعاتون، دعاتون فقط برای الله قرار بدید، نه برای کسی دیگه. خب پیامبر نمیتونست بگه که آقا خب منم کنار الله بخونیم، اصلا خدا بهش میگه که غیر از این بگی ما شارکت هم میزنیم. انبیاء دیگه هم غیر از این نگفتن، همون چی که ما دستور دادیم گفتن. خداوند در آیه 18 سوره، آیه 18 سوره جن بود، فلا تدعو مع الله احدا. آیه 36 سوره نساء، وعبد الله ولا تشرکوا به شیئا، فقط الله رو پرستش کنید و برای الله شریکی قرار نده. اینا دستور قطعیه، آیه 36 سوره نساء. نویسنده اینجا دلش به درد میاد، میگه متاسفانه امروز ما میبینیم که در سرزمین‌هایی که به نام اسلام هست، سرزمین‌های مسلمانان، اینقدر قبر ساخته شده. صد رحمت به اون بت‌های زمان جاهلیت، بت‌ها که چند تا بودند و رفتن، اینقدر قبرها رو ساختن که مردم حتی دیگه اینقدر به این قبرها و افرادی که در این قبرها قرار گرفتن وابسته شدن که در هر جایی هم دیگه اونها رو صدا میزنن، دیگه الله رو هم صدا نمیزنن. ای صاحب قبر فلانی، ای زیارتگاه فلانی، به داد من برس. حالا تو ایران ما میدونیم، من نمیخوام این اسما رو ذکر کنم، وقتی این چیزها رو میگیم میگن معاذ الله اینا به اهل بیت توهین کردن. اهل بیت از این چیزها بیزار بودن، امام علی از این بیزار بود، امام حسین بیزار بود، امام حسن بیزار بود، همه اینها سایر اهل بیت همشون بیزار بودن از اینکه کسی بخواد راه غیر راه الله رو بره، کسی برای الله شریک قائل بشه. اینجا قصد توهین به ائمه علیهم السلام نیست، اینجا قصد این به اون کسانیه که اومدن اینها رو بنگاه درآمدی خودشون کردن، بنگاه شرک کردن، بنگاه نابودی بشریت کردن، بنگاه ایجاد اختلاف در امت اسلامی کردن و امت اسلامی رو از راه حقیقت دور کردن. خطاب با اونهاست، تا جایی که اصلا کاش که به 11 تا 12 تا ختم میشه، سر از چندین هزار در میاره. میگم مثل قارچ داره این زیارتگاه ها سبز میشه. خدا نجات بده، واقعا کار به جایی رسیده که دیگه کسی حتی از الله هم کمک نمیخواد، اینقدر واسطه ها و شرکا پیدا کرده. بله سخنان زیادی هست در این مورد، انشالله چون من میگم که وقت نزدیک به پایان هست، فقط یه اشاره‌ای در مورد بعضی چیزا میکنیم، دنباله مطلب رو برای هفته آینده خواهیم گذاشت. بهشون میگی چرا این کارو میکنن؟ میگن اینا آدمای صالحی بودن، اینا انسانهای خوبی بودن، نزد خدا آبرو داشتن، ما اینا رو واسطه میکنیم، ما میخواییم که حاجت ما رو پیش خدا اینا بگن، زبون ما که پر از گناه، اعمال ما پر از گناه، شافع ما بشن، شفیع ما بشن. یا خودشونو به فراموشی میزنن این افراد، چون معمولاً افرادی هم پشت این جریان خوابیدن که خیلی بهتر از من و شما عربی بلدن و خیلی بهتر از من و شما صحبت میکنن، خیلی بهتر از ما قرآن میخونن، خیلی زیبا اخیراً که قرائی تو اینا پیدا شده که دیگه بعد برن قرائی عربم کنارشون لنگ بندازن به فرض مثال. اما یا فراموش کردن یا به قول نویسنده خودشونو به فراموشی میزنن، خودشونو به تجاهل میزنن. این سخن مشرکین رو در قرآن دقت کنید، خیلی عجیبه. آیه 18 سوره یونس، پایان هست، وقت محدود هست، فقط همین آیات رو سریع میخونم، انشاءالله توضیحاتش برای بعد. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، عبادت میکنن به جز الله رو اون چرا که اون چیزهایی رو که نه به اینها زیان میتونه برسونه نه میتونه بهشون سود برسونه. و یقولون ها اولا شفعا اونا عند الله، میگن اینا شفیعان ما نزد الله هست، نزد الله هستن. میخونه اشفع لنا عند الله، یعنی چی یا وجیها عند الله؟ این چقدر این کلمات نزدیکی با کلمات مشرکین، یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله. یقولون ها اولا شفعا اونا عند الله، میگن اینا شفیعان ما نزد الله هستن. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، میگو شما میخواید خدا رو آگاه بکنید، به خدا خبر بدید از اونجی که خود خدا تو آسمان و زمین خبر نداره، شما میخواید به خدا درس دین بدید؟ ای بابا، سبحانه پاک منزه علی از همه این صفت ها و تعالی ما یشرکون، خیلی بلندتر از این چیزیه که شما نسبت به اون شرک میبرید. آیه 18 سوره یونس برید دقت کنید، انشاءالله توضیح بیشتر رو اگه فرصتی شد هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود.
بعد در آیه 3 سوره زمر، آیه 3 سوره زمر، الا لله الدین الخالص، آگاه باشید، هوشیار باشید، خردتون رو به کار بندازید، دین خالص برای الله رب العالمین. و الذین اتخذوا من دونه اولیا، اونهایی که به جز الله برای خودشون دوست و ولی میگیرن، کسانی رو میگیرن به خوبی و به این که مثلا ما اینها رو دوستشون داریم، بعد چی میگن؟ ما نعبده، ما اینها رو پرستش نمی کنیم. الا لیقربونا الی الله زلفا، مگر اینا ما رو کمی به خدا نزدیک کنن. اینا نقش کاتالیزور رو دارن به قول شیمیدان ها، اینا نقش آسانسور رو دارن، ما سوار کنن ما رو برسونن به خدا. انا لله و انا الیه راجعون، ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون، خداوند حکم میکنه در این اختلافی که اینا ایجاد کردن، اختلاف کردن. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، خدا اون کسی رو که دروغگو هست، ناسپاس خیلی زیاد هست، خدا هدایت نمیکنه. فقط همین داشته باشید، آیه 3 سوره زمر، خدا کفر رو با دروغ کنار هم قرار داد، هم دروغگو هن اینا، هم ناسپاس و کافر هستن اینها، با وجود اینکه میدونن خودشونو به کوچه علی چپ میزنن، قبلا هم گفتم، میگیرن بین خودشون و خدا، میخوان واسطه قرار بدن و این خودشون در روح بندگی قبرها بیارن. پروردگار در تشابهت قلوب، مشرکین اینجوری هستن. خب انشالله ما مطلب رو در هفته آینده اگر خداوند توفیقی داد با هم ادامه خواهیم داد، در بحث توحید الوهیت یا به عبارتی عبودیت، یا در واقع همون توحیدی که خدا به خاطر اون پیامبرانش رو فرستاد. همه شما رو به خدای متعال میسپارم، از الله رب العالمین میخوام همگی ما رو در زندگیمون خوشبخت بکنه، در آخرت هم انشاءالله سعادت مند و سربلند باشیم به گونه ای که رضایت الله رو به دست بیاریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین.